سلام، به جلسه 39 دوره آموزش زبان پایتون خوش اومدین. توی این ویدیو توابع معروف به کار کردن با زمان و تاریخ رو بهتون معرفی میکنم. برای کار کردن با توابع معروف به زمان لازمه که ایمپورت کنیم ماژول تایم رو. حالا اینجا میتونیم از تایم متد های مختلفی رو داشته باشیم، مثلا متد time.time رو که بزنیم زمان جاری سیستم رو به همون برمیگردونه، که اینجا اگر که توی خروجی بتونیم اینو پرینت بگیریم یک همچین چیزی میشه، یک عددی میشه که یه عدد تقریبا طولانی هم هست. این عدد چیه؟ این عدد در واقع تعداد ثانیه هایی هست که از اولین روز ژانویه 1970 به این ور گذشته. برای تبدیل کردنش به تاریخ جاری کافیه که از ماژول date time رو ایمپورتش کنیم. حالا اینجا میتونیم یه متغیر داشته باشیم به اسم d، مساوی میشه با dateTime.FromTimeStamp و این time.time رو بهش بدیم و نتیجه خروجی میشه یک همچین چیزی که تاریخ رو به صورت سال، ماه، روز و ساعت و دقیقه و ثانیه و حتی میلی ثانیه به همون برمیگردونه، که همینجا میتونیم به هر کدوم از این قسمت ها هم دسترسی داشته باشیم. مثلا این تاریخی که اینجا تعریف کردیم میتونیم بگیم دی دات سالش رو فقط بهمون برگردون یا ماهش رو بهمون برگردون. به این صورت میتونیم به تک تک آیتم هاش دسترسی داشته باشیم. روش های دیگه ای هم وجود داره. مثلا من میتونم بگم دی دو مساویه دی تایم تو پرانتز باز اول سال رو بهش میدم، مثلا 2022 بعد کاما ماهش و روزش که صفر رو نباید بذارم، و اینجا اگر که دیدو رو توی خروجی پرینت بگیرم به صورت کامل میتونم اینجا رو ببینم و حتی این هم بازم میتونم هر قسمتش رو خواستم به صورت مجزا دسترسی داشته باشم. برای به دست آوردن زمان جاری سیستم دیسه روش دیگه هم که هست به این صورته، میگیم dateTime.now و زمان همین الان سیستم جاری رو برمیگردونه. برای اینکه بتونیم دو تا تاریخ رو با هم مقایسه کنیم کافی به این صورت عمل کنیم، میگیم که پرینت کن دی بزرگتر است از دی دو و نتیجه خروجی تو رو برمیگردونه، یا میتونیم بگیم آیا کوچکتر هست که نتیجه فالس برمیگردونه. اگر که دو تا تاریخ رو از هم دیگه کم کنیم اتفاقی که میفته فاصله بین اون دو تا تاریخ رو بر اساس روز، ساعت و دقیقه بهمون برمیگردونه. حالا من میتونم این اختلاف رو انجا برش دارم، یه متغیر تعریف کنم به اسم مثلا دی 4 یا مثلا اسمش رو بذارم دیوریشن و بگم دی 2 و بگم دی منهای دی 2 و دیوریشن رو توی خروجی داشته باشم، و حالا اینجا میتونم بگم نقطه فقط روزش رو بهم بده یا تعداد ثانیه هاش رو بهم بده و هر قسمتش رو بخوام به صورت مجزا میتونم داشته باشم. و متدی داره به اسم توتال سکند که کل فاصله این دوتا زمان رو بر اساس ثانیه بهم برمیگردونه. برای تغییر دادن نحوه نمایش تاریخ میتونیم به این صورت عمل کنیم. الان مثلا من اگه این دی رو توی خروجی نشون بدم یک همچین چیزی میشه. حالا میخوام نحوه نمایشش رو تغییر بدم. متغیر رو تعریف میکنم به اسم مثلا دی 4 و میگم که متغیر دی رو دات متد strf تایمش رو صدا بزن، و این کلا کارش اینه که اون تاریخ رو بر اساس استرینگ فرمتی که ما بهش میدیم توی خروجی به همون برمیگردونه. مثلا میتونم بهش بگم که درصد y به این معنیه که سال رو با 4 رقم به همون برگردون و فاصله بده مثلا درصد m کوچیک که میشه عدد ما، و نتیجه رو توی خروجی اگر که پرینت بگیرم یک همچین چیزی میشه. حالا اینجا فرمت های مختلفی میتونم بهش بدم که لیستش توی خود سایت پایتون هست و میتونین لیستش رو کامل داشته باشین. حالا مثلا من اینجا میتونم بهش بگم که به جای که وای بزرگ باشه وای کوچیک باشه، که نتیجه خروجی به این شکل میشه، سال رو به صورت دو رقمی بهم برمیگردونه، یا میتونم بگم که درصد بی بهم بده، که درصد بی ماه رو به صورت حروفی ولی به صورت مختصر بهم برمیگردونه. اگر که درصد بی بزرگ بنویسم ماه رو به صورت کامل برمیگردونه، و میتونم اینجا یک درصد دی هم بهش بدم که به این شکل میشه. اگر که این رو حروف بزرگ بزنم بهتر میشه، اول جولای 2022.
حالا اگر که بخوایم به یک تاریخی یک تعداد روزی اضافه کنیم چجوری باید انجام بدیم؟ کافیه که از توی ماژول دیت تایم تایم دلتا رو اضافه کنیم. حالا اینجا خیلی راحت میتونیم این کار رو انجام بدیم. مثلا من میگم که یه متغیر دارم به اسم D4 که میخوام به متغیر D یه تعداد روز اضافه کنم. اگر که من به حالت عادی به این شکل عمل کنم میبینیم که به من خطا میده و میگه که یک اینتیجر رو با یک دیت تایم نمیتونم جمع کنم. برای این کار از تایم دلتا استفاده میکنیم و تعداد روزی که میخوایم بهش اضافه بشه رو بهش میدیم. مثلا میگم 50 روز به این اضافه کن و نتیجه خروجی به این شکل میشه. اگر که بخوام تعداد روزی رو از اون کم کنم کافیه بگم منفی اون عدد که نتیجه اون رو توی خروجی میتونیم ببینیم. خب این تقریبا کل چیزایی بود که در مورد زمان و تاریخ توی پایتون وجود داره. ممنونم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودین. اگه این ویدیو براتون مفید بود حتما اون رو لایک کنین و با دوستاتون هم به اشتراک بذارین. منتظر نظرات و پیشنهاداتتون توی کامنت هستم. این ویدیوهایی که بهتون پیشنهاد میکنم از همین کانال اگه دوست داشتین اونا رو هم تماشا کنین.